با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی. اینجا شهر زیبای زنجان هستش و ما داریم جاذبه های دیدنی این شهر رو بهتون معرفی میکنیم. اما میرسیم به فضایی که جزء ابنیه تاریخی این شهر محسوب میشه در دوره معاصر، سال 1307 شمسی، که اتفاقات خوبی در زنجان افتاد در زمینه میشه گفت فعالیت اجتماعی بانوان. این فضایی که قرار بهتون معرفیم رخشوی خانه نام داره و در سال 1307 شهردار اون وقت بنایی رو ایجاد میکنه مسقف تا خانم ها راحت بیان و کارهای شستشوی خودشون رو انجام بدن. پس با ما همسفر باشین با معرفی رخشوی خانه و این فضایی که قرار بهتون معرفی بشه. همسفر ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بنایی که درش هستید بنای رخشوی خانه است. سال 1307 اوایل پهلوی توسط اولین شهردار زنجان علی اکبر توفیقی بنا احداث شده. این قسمتی که میبینید حیات مجموعه است. در ورود سابقا از این قسمت نبوده، از اون قسمتی که الان میریم داخل و من براتون شرح میدم. بله، این حیات کارایش چی بوده؟ این حیات مجموعه است دیگه. در ورود سابقا از این قسمت نبوده، برخلاف چیزی که الان شما تشریف آوردین. از قسمت شاهنشین یا قسمتی بوده که مجموعه‌ای که پله‌هایی که بالا هست، فقط در حد همین حیاتی که بالاخره اون زمان حیاتا بوده دیگه. درسته. بعد اینجا رو دیدم که به صورت گودال باغچه باید باشه دیگه، یعنی هر چی داریم وارد این رخشوی خانه میشیم ارتفاع کم می‌کنیم. به چه منظور؟ این به خاطر آب قنات بوده. آب قنات باید از یه قسمتی هدایت می شده به رخشوی خانه. به همین دلیل این منطقه گود شهر رو انتخاب کردن. حتی تو اصطلاح به اینجا میگن منطقه بابا جمال چوقوری. چوقور در واژه‌های ترکی به معنای گود هست. این قسمت رو انتخاب میکنه اون زمان شهردار که آب قنات راحت‌تر هدایت بشه به این قسمت. حیات ها در زمان قدیم جایگاه بسیار خاصی داشتن، یعنی شما کمتر خانه تاریخی و قدیمی رو میتونید ببینید که داخل اون حیات باغچه نباشه و مشجر نباشه. حتما یک باغ خیلی کوچک رو در خانه های تاریخی میتونید تماشا کنید، فضایی که به شما نشاط میده و کلی سر ذوق میاد. همین که صبح زود از خواب بیدار میشین و پنجره اتاق رو باز میکنین، رو به حیاط و درختان سرسبز رو میبینین، باغچه های زیبا رو میبینین، حوض آب و فواره های کوچیکش، کلی حس خوب بهتون دست میده. با یک انرژی مثبت از خونه میزنین بیرون. البته این مال زمان های خیلی دور بوده. خیلی دور که نه، حداقل به 30-40 سال قبل. اما الان دیگه این زوایای زیبا رو دیگه در خانه های تاریخی نداریم. اما اینجا درسته که خانه تاریخی نبوده و جزء یکی از ابنیه های شهر زنجان محسوب میشه رخشوی خانه، اما باز نماد حیات خانه های تاریخی توش حفظ شده. باغچه ای که شما میبینین، درختان سرسبزی داخلش هستش، حوض کوچکی در وسط اون و فضای سرسبزی که بهتون نشاط میده. یکی از ویژگی های دیگه ابنیه تاریخی قرینه سازیه. شما آن چیزی که در جنوب خانه میبینید در شمال هم قطعا هستش، اگه به صورت عمارت باشه. ما در این عمارت هم دقیقا ما سه دری ها رو میبینیم، پنجره های چوبی و فضایی که بسیار
زیباست. اما در قسمتی از این خانه ما آثار اهدایی خانواده حاج رجب علی مقدم رو داریم میبینیم که اشیایی هستش که قطعا از زمانهای قدیم به یادگار مونده. ما از هشتی وارد حیات شدیم، حیات رو براتون توضیح دادیم، حالا میریم به سمت رخشوی خانه، یعنی فضای اصلی این مکان تاریخی. پس همسفر ما باشید. اتاق سرایدار بوده، خانمی بوده به نام بی بی مصومه، سرایدار اینجا بوده، توی این اتاق زندگی میکرده و امور اینجا، نظافت اینجا رو به عهده داشته. اشیایی که الان اینجا میبینید داخل ویترین ها متعلق به آقای مقدم، یکی از خیرین شهره که اینا البته مرحوم شدن، اینا رو پسرشون هدیه دادن به میراث فرهنگی. حدودا 2 سال هست که این اشیا اینجا در معرض دید هست. تمامی اشیایی که اینجا هست داخل ویترین ها قدمتشون زیر 100 سال معاصره. کلکسیونی داشتن ایشون، اینا رو جمع آوری کرده بودن و اینا رو هدیه دادن به میراث. قسمت آب انبار مجموعه است. ارتفاع 8 متر داشته تا ارتفاع 4 متر هم پر از آب می‌شده. آب از قنات تامین می‌شده، قنات میرواحدی. این قسمتی که می‌بینید ورودی آب قنات بوده. تا ارتفاع 4 متر اینجا پر می‌شده. این قسمت‌های فرو رفتگی به خاطر تنظیم فشار آب معماری بناست که البته معماری آب انبار که تا حدودی این باعث میشه فشار آب کم بشه و با فشار کمتری به بیرون جریان پیدا کنه. دیواره های آب انبار قبلا از ساروج بوده، چیزی که الان شما میبینید سیمانه، ولی قبلا تمام اینها ساروج بوده، ملاطی که در مقابل رطوبت استحکامش بالاتر هم میره، ولی خب هر چقدر که آب نمیخوره این استحکام پایین میاد و مثل پودر میریزه. این به همین دلیلی که دیواره ها رو الان سیمان کردن، چون آب که نداشت این داشت تخریب میشد، از بین میره. این پنجره ها بابت نظارت اینجا بوده. از قسمت بالا که شاهنشین مجموعه است اینجا رو نظارت میکرده، مسئولی داشته که کنترل میکرده که آب تا چه حدی مجاز هست بالاتر بیاد. وقتی که آب به اون حد مجاز میرسیده اعلام میشده، از قسمت اصلی آب کاملا مسدود میشده و به اینجا دیگه جریان پیدا نمیکرد. پوشش یک قسمت از دیوار رو سنگ میبینیم و قسمت های دیگر رو آجر. تلفیق معماری سنگ آجر چه تأثیری داشته برای؟ بیشتر به خاطر رطوبت هست، چون اینجا منطقه گود شهر بوده، تا حدودی یه قسمتی رو سنگ کار کردن و بقیه رو آجر. این بیشتر به خاطر رطوبته. این سنگ‌های تراورتن هستن که از روستاهای اطراف آورده شده. روستای اژدهاتو یکی از روستاهای زنجانه که اون زمان با گاری اینا رو هم کردن و آوردن اینجا. معمار اینجا مشخصه؟ دو تا برادر هستن به نام‌های اکبر و اسماعیل. متأسفانه فامیلی اینها قید نشده توی مطالبی که هست، چیزای مکتوبی که هست. فقط دو تا اسم اکبر و اسماعیل، مشهدی اکبر و مشهدی اسماعیل ذکر شده.
وارد رخشوی خانه شدیم و فضای هشتی، حیات و اتاق سرایدار رو عبور کردیم و رسیدیم به آب انبار و توضیحات خانم رجبی رو شنیدیم. اما مکان اصلی که فضای رخشوی خانه هستش اینجایه که ماکت هایی رو ما داریم تماشا میکنیم که یه جورایی نمانگر این هستن فضای قدیم به چه شکلی بوده و تداعی کردن اونا. خانم رجبی، چرا کاربرد رخشوی خانه توی زنجان اینقدر مهم بوده که چنین فضایی رو براش ایجاد کنن؟ خب شهردار خوبی داشته اون زمان، علی اکبر توفیقی، اولین شهردار زنجان، حدوداً 20 سال اینجا شهردار بودن. خب این کار برای خانم ها انجام دادن، وقتی که تو خونه ها آب نبوده بیان یه جای مصغر، هم به لحاظ امنیتی هم از سرما محافظت بشن. بیشترین دلیلش این بوده که شهردار خوبی داشته و به فکر خانم ها بوده. و فضای سرپوشیده، یعنی حجاب کاملی هم داره از بالا و از بیرون. بله دقیقا، هیچی پیدا نیست داخل. بله. و حتی سرایدارش هم خانم بوده. بله، کلا اینجا برای خانم ها ساخته شده بوده، یعنی ورود آقایون کاملا ممنوع بوده. درسته، از سال 1307 اون موقع. بله. معماری اینجا برامون توضیح بدین، ستون هایی که هستش استحکامش به چه شکلی بوده و فضایی که هست خروجی آب به کجا میرفته، اینا برامون توضیح بدین. بله. سالن اصلی رخشوی خانه این قسمت هست که میبینید. حوض‌های متعددی داشته، 4 حوض پلکانی با کاربردهای مختلف. حوض اول آب خوردن، دومی برای شستن ظرف، سومین حوض برای شستن لباس، یه حوضی انتها مخصوص کسایی که امراض مختلفی داشتن، رخت و لباس رو توی حوض جداگانه می‌شستن. هر حوض یعنی تعریف شده بوده که برای چه کاری استفاده بشه. به همین دلیل حتی مسئولی داشته که بالاخره اون خانومی که اینجا سرایدار بوده این مسئولیت هم داشته که نظارت بشه که توی هر حوض کار مخصوص همون حوض انجام بشه، یعنی آب تمیز و رفته رفته به صورت خروجی حالت کثیف میرفته برای زمین های کشاورزی، چون ماده شوینده اون زمان یه ماده گیاهی بوده به اسم چوبک، به همین دلیل خروجی آب هم قابل مصرف بوده برای زمین های کشاورزی. معماری اینجا رو متنوع می‌بینیم. روزنه‌هایی که روی سقف هستش یک فضای خاصی رو تداعی کردن، ستون‌ها و چوب‌هایی که حائل شدن. در مورد معماری اینجا توضیح بدین. معمار اینجا هم مشهکار و مشهکاری بودن دیگه. توضیح میدین در مورد تعداد ستون‌ها، نوع ستون‌ها و همینطور چوب‌هایی که حائل شدن. بله. ببینید 11 تا ستون هست این قسمت. اینجا مصالحی که استفاده شده سنگ بوده، آجر و ملات ساروج. بیشترین ملاتی که بوده بیشترینش همون ملات ساروجه که خدمتون گفتم. ستون‌ها سنگی هستند، از جنس سنگ‌های تراورتن هستند، تراشیده شده هستند. 11 تا ستونه، 12 تا گنبد سمت راست و 12 تا گنبد سمت چپ ایجاد کرده. این نورگیرهای بالا سرتون به خاطر اوقات شرعی، یعنی از این طریق میتونستن اوقات شرعیشون رو هم تشخیص بدن، از طریق زاویه تابش خورشید میتونستن زمان شرعیشون رو هم تشخیص بدن. ستون ها کوتاه و بلندن اگر دقت کنین، مخصوصا ستون پنجم از اون فاصله ارتفاعش بیشتره. البته اینا خب چون از طبیعت گرفته شده کوتاه و بلندیش یکی از دلایلش اینه، ولی اینجا بیشتر به خاطر شکست صدا بوده. تا حدود زیادی این پژواک صدا اکوی صدا رو کم میکنه، چون شکست صدا رو به وجود میاره و شما اگه دقت کنید توی این برنامه اکوی صدا پژواک رو خیلی کم داریم. این یکی از دلایلشه. دلیل دوم همین تخلخلی که بین سنگ‌ها وجود داره و وجود آب. تمام این عوامل باعث شده که اینجا اکوی صدا خیلی محدود و کمه. در مورد این تیچه‌هایی که می‌بینید، اینا به خاطر اینه که وقتی که زمین لرزه به وجود میاد، این تا حدود زیادی استحکام بنا رو بالا می‌بره.
کش ساختمان میگن در اصطلاح معماری، همون کار بادبندا رو انجام میده. وقتی زمین لرزه به وجود میاد، بار سقف رو روی ستون دیوار و یا بین ستون های دیگه پخش میکنه، حالت گنبدی و اون بالانس بنا رو حفظ میکنه. لباسایی که تن این ماکت ها داریم میبینیم لباس های مخصوص خود زنجان بوده دیگه، در مورد پوشش مردمان زنجان هم برای اون بگین، در زمان های قدیم چه پوششی داشتن مرد و زن و به چه شکلی بوده؟ ببینید پوشش اون زمان مردم استان همینی که تن مجسمه ها میبینید، مثلا خب هر کدوم خودتون میدونی اسمای مختلفی داره برای افراد مختلف، مثلا افرادی که مسن بودن دامن های کوتاه میپوشیدن که بهش یه اسم خاصی میگفتن تومان، افراد جوانتر دامنهای بلندی میپوشیدن، روسری‌هایی که داشتن، تمام اینها یه اسمای خاصی داره که پوشش اون دوره مردم استان زنجان شهرهای مختلفش همین تنوعی که اینجا میبینید. بیشتر هم شبیه لباس شماله، چون بالاخره اون نزدیکی که از اینجا تا مسافت کمی که تا شمال هست، دلیلش شاید این باشه که شبیه لباس شمالی هست. خانم رجبی، برای صحبت پایانمون برامون توضیح بدین که این مکان الان به چه شکلی در اومده، تا چه زمانی کار میکرده؟ سال 1307 تا دهه 40 اینجا کاربرد داشته، تا 10 سال هم گفتم انباری شهرداری بوده، تا اینکه بازسازی شده، به ثبت رسیده و شده موزه. الان چه ساعتی میتونن مردم بیان؟ میام فصل به فصل تغییر میکنه ساعت کاری موزه، ولی الان توی این فصل 9 صبح تا 8 شب. تا 8 شب یه سره میتونن بیان. ایام تعطیل هم نداریم مگر اون روزایی که تعیین شده است. قبلا دوشنبه تعطیل بود که دیگه اون تعطیلی رو نداریم. ما الان طبقه فوقانی رخشوی خانه هستم. این که میگم فوقانی یا چند تا پله اومدیم بالا، فضایی که خانم سرایدار اینجا نظارت میکرده به اون محیط رخشوی خانه. دیدیم که کارگاه چارقدوزی هست و شعر معروف موسی و شعبان رو هم من براتون گفتم. آیا استاد حیدری اینجا آموزش رایگان چارقدوزی دارن؟ درست استاد؟ بله. چرا رایگان؟ خب طبعا من کارمند میراث فرهنگی هم، میراث فرهنگ حمایت میکنه این سند از بین نره، به خاطر اون جایگانه. بعد چرا چارق اینجا این کفش دیگه؟ کفش چارق اسم آذریه، آذری هم میگن چارق، یعنی به کفش هم شما میگن چارق؟ نه زمان سابق میگفتن چارق، من روز زمان تغییر کرده هم میگن کفش. اما زمان سابق میگفتن چارق. جنسش با کفش های دیگه فرق داره، یعنی از چرم 100% درست نشده؟ نه این چرم طبیعی. خب این چرم طبیعی خاصیتش اونه که پای عرق میکشه خودش. بله این چرم طبیعیه. الان کفش بوی بد برنه. بله. الان کفش هستن مثلا روی چرمیه، ما زیرش لاستیکی. درست. بله. بعد کار سخته یا راحت چارقدوزی؟ والا یه خورده بالاخره کار پیچیده است. حالا مثلا این خانما یا آقایان میان، یه اونم یه آقا اومده بود تهران، اومده بود یاد بگیره، بالاخره یه چند جلسه اومد فرار کرد. بله کار یه خورده پیچیده است. مثلا بعضی خانما مثلا 10 سال میان 50% یاد گرفتن. درسته کامل 10 ساله. جنس این نخواست چیه؟ الان مثلا این چاره
تو دنیا تشه، من تازه دختم، تو شما بین بازار زنجان، چون چهارخ مخه زنجان اینه پیدا کنیم، من اینه جا میدم شما. یعنی این رنگش منظورت تنوعشه؟ کلن اصلا رنگش تغییر، بله. این ابدای خودتونه؟ بله بله بله. جنس نخش از چیه؟ سمی گلوباتونه. آها گلابتونه. بله بله سمی گلوباتونه از اون سمیست. اینا رو توی جنوب کشور بیشتر می دیدیم که باشه لباس بندری اینا می درسته؟ بازوت اینا بره بره آره لباس بره بندری اینا می گفتن تو اون قسمت ها دیدیم اینجا باش چارق می دوزن بعد کارم بالاخره معتد فردن تکن درست. الان چند تا شاگرد دارین؟ الان فعلا طبعا 10 نفر 12 نفر دارم. من تا حالا 300 نفرم آموزش دادم اینجا. 300 این آمار دارم اینجا. اسمشو می نویسیم. بله اینجا کلا اسمشو می نویسم. 300 خورده اینجا بله. 322 نفر. 322 نفر. تا حالا من اینجا آموزش دادم. آموزش دادین. بله. همش اسمش اینجا شماره تلفنم اکسلن داره. آره خیلی عالیه. 322 نفر اومدن اینجا یاد گرفتن. این 322 نفر چند نفر استاد شدن؟ الان استاد تقریبا گفتم که تقریبا 50% اینا یاد گرفتن. 50% بله. حداقل میتونن کفشای خودشون رو خودشون بله بله الان همه یاد گرفتن خونه کفش خودشون انجام. این مصرف بیرونی نداره. من ندیدم توی بیرون یعنی خیابون کسی. من خودم الان پوشیدم. ببین من پای خودم برم میپوشم. درسته. الان خانم شما از اون کوزه گرایی هستین که از کوزه شکسته آب نمیخورین. بله بله. بله. اکثر خانم الان تو عروسی یا مهمونی استفاده میکنن. بیرون استفاده میکنن. اونم کفش مجلسی. بله بله. رو فرش. درسته. این هم از معرفی چارخ که قسمتی از موزه رخشویخانه رو به خودش اختصاص داده. واقعا دست مسئولین میراث درد نکنه به خاطر اینکه فضایی رو ایجاد کردن تا هنرجوهایی که علاقه‌مند هستن به صنایع دستی ارزشمند کشورمون بیان به صورت رایگان اینجا یاد بگیرن این فضا رو و به هر حال تجربه شیرینی رو داشته باشن. معرفی کردیم فضای تاریخی رخشویخانه رو. اینی که از تاریخ استفاده می‌کنم درسته که به دوره معاصر برمیگرده و زمان زیاد طولانی رو نداره زمان پهلوی، ولی جزء آثاری هستش که از نظر اجتماعی خیلی مهمه و اینکه به خانم‌ها در اون زمان اهمیت میدادن که در یک جای امن راحت و بی دغدغه بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن. همسفر ما باشین، باز هم قرار از زنجان زیبا براتون بگیم و جاذبه های دیدنش رو بهتون معرفی کنیم. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا دیداری دیگه، خداوند مهربانی‌ها رو نگهدارت.